Sıfırdan beri bir yetim Mahmudiyat Federasyonu serasını panandıgan lider. دوستان سلام همه خوش اومدید به نظر من امروز مردم ایران مبارزه رو شروع کردن همونجوری که ما بارها گفتیم قبل از انتخابات گفتیم روز انتخابات همینجا در مقابل جانیان اسلامی در مقابل رفرمیستایی که اومده بودن یک جناح خوشخیم جنایتکاران اسلامی رو انتخاب کنن گفته بودیم که این رژیم مردم ایران نمیخوانش این انتخابات نیست این مضحکه انتخاباتیه جانیانی که در 30 سال گذشته در قتل عام، در ترور، در شکنجه، در اعدام، در سنگسار میلیون ها نفر از مردم ایران در تحمیل بیروغی کامل به کارگران، به زنان و به همه مردم ایران دست داشتن جایشون در مناظرهای تلویزیونی نیست جایشون انتخاب کردن به عنوان رئیس جمهور و رئیس مملکت نیست اینها با هر معیاری اگه در هر کشوری دیگری بودن جز قاتلینی بودن جز دزدانی بودن که باید پشت میله‌های زندان می‌رفتن و باید پشت میزهای محاکمت کشیده می‌شدن به جرم سه دهه جنایت علیه مردم ایران علیه کارگران علیه زنان محاکمه می‌شدن این رو ما روز انتخابات گفتیم اما دیدیم فردای انتخابات در ایران در تهران در شیراز در کرمانشاه در اصفهان در تبریز میلیون ها نفر مردم عاصی از دست جمهوری اسلامی میلیون ها زن که در 30 سال گذشته جز بیروغی و آپارتاید جنسی رسمی در اون کشور چیزی دیگری ندیدن به میدون اومدن همون موقع تعدادی گفتن BBC و CNN گفتن این مبارزه انتخاباتیه انتخابی بین رفرمیست و غیر رفرمیست ما همون موقع گفتیم این انتخابیه بین مردم جمهوری اسلامی میخوان یا نمیخوان آخرین شعار تظاهر کنندگان اگرچه هنوز با سانسور میدیای بورژوازی روبروه اما همه جا میدونیم مرگ بر جمهوری اسلامی همه جا دیدیم میگن موسوی بهانه بود کل رژیم نشانه است مردمی به میدون اومدن دیگه نمیرن خونه هاشون دو هفته گذشته 14 روز سران جنایتکار جمهوری اسلامی بر خود لرزیدن و پایه های این حکومت منحوس و ضد انسانی را به لرزه در آوردن ما اینجا جمع شدیم امروز روز مهمیه در تاریخ جنبش کارگری ایران این برای سومین بار کارگران در سطح بین‌المللی در سطح میلیونی از کارگران ایران حمایت میکنند و امروز دیدیم که این حمایت فقط به کارگران مربوط نیست به کل جامعه به همه آزادی خواهان به همه کسانی که به میدون اومدن مربوطه در پیامهای اتحادیه کارگری دیدیم که از مبارزه مردم ایران حمایت میکنند ما اینجا اومدیم این مبارزه این صدای رسای کارگران این صدای رسای جوانان ایران رو به گوش جهانیان برسونیم و به مزدوران جمهوری اسلامی بگیم تا دیر نشده خود را تسلیم مردم کنیم خود را تسلیم مردم کنید اگر نه همون جوری که در ایران مردم شعار میدن وای به روزی که اسلحه به دست من اسلحه به دست بگیریم همه یه روز که مسلح بشیم همه شما جانیان راه در رو نخواهید داشت راهی نخواهید داشت مردمی که 30 سال از شما در بیروی کامل اونها رو نگه داشتید 100 هزار از شریفترین مبارزترین رادیکالترین انسانهای اون جامعه رو بجوقهای اعدام سپردید هزاران زن رو به خاطر آزادی خواهی، به خاطر برابری طلبی، به خاطر نپوشن حجاب کثیف اسلامی سنگسار کردی، شلاق زدی کارگران که به خاطر عدالت خواهی، به خاطر حقوق ندادشون شلاق زدی کارگران و وارد شهر سرخ سنندج رو میگم اینها شما رو به پای میزهای محاکمه خواهد کشون ما اینجا جمع شدیم که بگیم ما در خارج کشور صدای رسای انقلاب مردم ایرانیم ما از پای نخواهیم نشست همونجوری که در دو هفته گذشته در تورنتو و بسیاری از شهرهای دنیا میلیون ها نفر مردم متنفر از جمهوری اسلامی به میدون اومدن که این پیام رو برسونن به نظر من اگرچه هنوز تمام تلاشمون رو نکردیم اما این پیام رسیده امروز CNN و BBC از انقلاب صحبت میکنن امروز